کلکسیونر روانی که به جای سکه و پول آدم جمع میکنه. گلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم فیلم کلکتر 2012 رو ببینیم، نسخه دوم از سری فیلم کلکتره. لینک قبلیش رو این بالا میذارم چون در ادامه همونه. چند تا توضیح قبل شروع ویدیو بدم. من چند روز تاخیر داشتم، در آینده هم توی یکی دو هفته آینده همین اتفاق میفته. دندونامو دارم درست میکنم، نمیتونم وقتی که میرم جراحی صحبت بکنم تا چند روزی دیگه. درک میکنید. نکته دومی که ربات تلگرام به مشکل خورد، بعد هاستش رو آپدیت بکنم و یه سری ویدیوهای جدید رو هنوز توش قرار ندادم. توی گروه تلگرام گلاسیا گپ باشید، اونجا هم با هم دیگه صحبت میکنیم، هم به متن درست شدنش بهتون اطلاع میدم. و نکته سومم این که لطفاً ویدیو رو لایک بکنید. اینکه ویدیوهای قبلی 7000 تا بازدید گرفتن، کلا 100 نفر لایک کردن، خیلی آمار کانال رو آورده پایین و داره کلا انرژی و امید منو میگیره. لطفاً این کارو بکنید که یه انرژی هم من داده بشید. بریم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپول و کامل صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم سکانس یه دختر به اسم النا میبینیم که همراه پدرش تو ماشینی نشستن. پدر میگه قول میدم بیشتر پیشت باشم، و متوجه میشیم که مادر النا به تازگی از دست رفته. همینجاست که ماشینی بهشون میزنه و میریم به چند سال بعد، یعنی زمانی که نسخه قبلی فیلم به پایان رسید. خبر روانی ماسکدارمون که حالا به اسم کلکتور یا کلکسیونر شناخته میشه همه جا پخش شده. تا الان بیشتر از 50 تا قربانی رو از بین برده و همه نیروهای پلیس دنبالشن. آخرین نفری هم که گرفته شخصیت فیلم قبلیمون یعنی آرکین بوده. همزمان با این اتفاقها حالا النا بزرگ شده و داره حاضر میشه که بره بیرون. اول با دوست پسرش تلفنی صحبت میکنه و هر دوشون قراره با دوستاشون جدا برن بیرون. حالا دوست صمیمی النا یعنی میسی به زنگ میزنه و بعد بوسیدن پدرش از خونه خارج میشه. قراره با میسی و برادرش یعنی جاش به مهمونی خفن و اختصاصی برن. جایی که وقتی میرسن مردی ازشون رمز ورود میگیره و راهنماییشون میکنه. یه مهمونی خیلی سایکو و خفن که همه چی هم توش سرو میشه. النا تازه داره عشق و حال میکنه که میفهمه دوست پسر خودش هم اومده اینجا و در حال بوسیدن یه دختر دیگه است. النا با عصبانیت مشتی به صورت اون میزنه و میره دستشویی. جلوی در متوجه یه سیم مخفی میشیم که النا شانس میاره رو بدون گیر کردن بهش میره داخل. منتها اینجا یه جعبه قرمز میبینه که دو قسمت قبلی باهاش آشنا شدیم. دختر با کنجکاوی میره سمتش و همین که بازش میکنه، آرکین بیچاره که شخصیت فیلم قبلیمون بود با ظاهری داغون و ترکیده میپره بیرون و دختر وحشت زده میشه. یه نیزن به سمتشون میاد و شانس میارن که کنارشون رد میشه. منتها این تنها نتیجه باز شدن جعبه نیست. همزمان باهاش چند تا تله دیگه هم توی مهمونی فعال میشن و سرنوشت شوم این آدمو رقم میخوره. اول همه درو قفل میشن و حالا خود کلکسیونر روانی رو بالای اتاق میبینیم. چند تا گردونه بزرگ حرکت میکنن در حالی که همه وحشت زدن دونه دونه آدمو رو تیکه تیکه میکنن. همه از جمله برادر دوست النا یعنی جاش و دوست پسرش. النایی که ترسیده و دستشویی بیاد بیرون و تازه میفهمه چی شده. پای مردم به سیم ها و میخای دیگه گیر میکنه و انواع تله ها به جونشون میفته. النا دوست صمیمیش رو میبینه که با چند نفر توی جایی مثل قفس گیر کردن و کلکسیونر هم روی سقفیه که پر از میخ و داره بسته میشه و در آخر جلوی چشم النا دوست صمیمیش از بین میره. حالا آرکین هم موفق شده خودش رو آزاد کنه. موقع فرار از ساختمون چشمش به النا میفته. تصمیم میگیره نجاتش بده، اما قبل اینکه بره سمتش آدم دیگه ای طرفش پرد میشه و دوتایی از پنجره میافتن پایین. در حالی که روانی داره میاد سمت النا و اونو میندازه داخل جعبه قرمزش تا به عنوان کلکسیون نگهش داره. آرکین هم راهی برای جز فرار نمیمونه. خیلی زود اونو به بیمارستان میبرند و وسط درمان متوجه خطهای عجیبی روی دست آرکین میشیم. پرستارا بهش داروی بیهوشی میزنن و همین لحظه هم یه سری نیروی پلیس سر میرسن و با دستبند آرکین رو به تخت میبندن. کابوسهای آرکین بلاهایی که اون روانی سرش آورد و وقتی چشماشو باز میکنه همسرش رو کنار خودش میبینه. یه کارت تبریک هم کنارش که نمیدونن کی فرستاد و روش نوشته زود خوب شو، مشتاق دیدن خودت و خانوادتم. کارتی که مشخصه از طرف کلکسیونر اومده و برای همینم آرکین از همسرش میخواد که همراه دخترشون سریع از شهر برن و پیش خانوادش بمونن. ساعتی میگذره و حالا یه مرد کچلواری به اسم لوسلو به دیدن آرکین میاد. لوسلو مأمور امنیتی پدر النا. الان هم دستور داره که یه تیمی جمع بکنه تا برن و النا رو اگه زنده مونه نجاتش بدن. به دیدن آرکین میاره و ازش میخواد که اونم کمکش بکنه. آرکین هم که میدونه جون خانواده خودش هم تو خطره تصمیم میگیره همین کار رو انجام بده. دلیلی هم که معتقدن النا هنوز زنده است اینه که جنازه‌ش رو از توی ساختمون پیدا نکردن. به پدر النا زنگ میزنن و خبر میدن که آرکین میخواد همکاری بکنه و همین امشب میخواد مأموریتو شروع کنن. یه سکانس دیگه از همون اول فیلم و تصادف النا همراه پدرش رو میبینیم. النا توی ماشین گیر میفته و کسی که نجاتش میده لوسلو یعنی نگهبان خانوادگیشونه.
میایم به زمان حال، جایی که النا توی جعبه قرمز گیر کرده. با هر زحمتی هست موفق میشه سوراخی که از قبل آرکین کنده بوده رو پیدا کنه و اون طرف رو ببینه، جایی که یه مرد بیچاره به تختی بسته شده و روانی میاد سمتش. بدون هیچ دلیلی و با بیرحمی زبون مرد میبره و میذارتش توی شیشه پر از الکل. بعدم ماسکی رو صورت مرد قرار میده و اون رو با خودش میبره. همینجاست که یه رفه کلکسیونر میاد جلوی جعبه و متوجه دید زدن النا میشه، اما کاریش نداره و از اونجا میره. برمیگردیم پیش لوستلو که گروهی از مامورهاشو همراه آرکین جمع کرده و دارن آماده حمله میشن. آرکین میگه حاضرم بهتون کمک کنم پیداش کنید، اما به هیچ وجه خودم داخل اون خونه نمیام. لوستلو هم به همینقدر کمک راضی و حالا آرکین زخمای دستشو نشون میده. میگه وقتی اون کلکسیونر رو منو دزدید، هر باری که ماشین میپیچید من یه زخم به همون طرف روی دستم میساختم. منو ببرید همونجا تا بتونم با این زخم‌ها راه خونه رو بهتون نشون بدم. همین کارم انجام میدن و در آخر به یه هتل داغون میرسن. آرکین با مهارت خودش قفل درو میشکنه و به لوستلو میگه من کار خودم رو انجام دادم. برمیگردیم پیش النا. لباس زیر خودش رو در میاره و با استفاده از قلاب پشتش موفق میشه قفل جعبه رو باز کنه و سری میاد بیرون. نگاهش به جعبه های دیگه میفته و وقتی یکیشونو باز میکنه جنازه پسر بیچاره ای رو میبینه. خیلی میترسه و همین لحظه هم صدای پای میاد. کلکسیونر میاد تو اتاق و در باز شده جعبه قرمز عصبانیش میکنه. میبینیم که النا خودش وسط طبقه پر از شیشه قایم کرده. این روانی هم اتاقو میگرده و پیداش نمیکنه، اما فکری به سرش میزنه و چند تا عنکبوت بزرگو تو اتاق رها میکنه. چند تاشون میرن روی النا، اما این دختر سر جاش میمونه. یه دفعه صدای آژیر خونه بلند میشه و کلکسیونر میدو که بفهمه چی شده. النا هم از اونجا میاد بیرون. میریم بیرون هتل. حالا لوستلو اسلحه‌شو سمت آرکین میگیره و میگه برنامه عوض شد، تو هم باید بیای داخل. اونم راهی جز اطاعت نداره. با هم میرن تو و کلکسیونر رو میبینیم که داره همه چیزو از دوربین‌های مخفی تماشا میکنه. ماسک خودشو میذاره و آماده ای مبارزه میشه. النا هم بعد خروج از اتاق وارد سیستم تهویه ساختمون شده و دم خروجی بعدی کلی سگ وحشی میبینه که سر و صدا میکنن، اما بی توجه راه خودشو از تو دریچه ادامه میده. نیروهای نجات به چند گروه تقسیم شدن و یکیشون مورد حمله روانی قرار میگیره که بعد چند تا ضربه چاقو جونشو از دست میده. آرکین و بقیه هم در حال گشت زدنن که یه رفیق یکی با رفتار وحشیانه به آرکین حمله میکنه و لوستلو با اسلحه جلوشو میگیره. با دیدن ماسک این مرد متوجه میشیم همونیه که قبلتر روانی زبونشو بریده بود. مردمکای چشمش بزرگ شدن و حالا لوستلو میفهمه که کلکسیونر روانی یه ماده مخدر به قربانیهاش تزریق میکنه و از اونها یه سری وحشی بیمغز مثل زامبی میسازه که ازش دفاع میکنن. طرف دیگهشون هم اعضای بدن چندین انسانو میبینن و یه دفعه یکی دیگه از قربانیهای روانی بهشون حمله میکنه و جون اونم میگیرن. حالا چند تای دیگه میان و در آخر نیروها مجبور به فرار به اتاق دیگه میشن. سعی میکنن از نیروهای دیگهشون کمک بگیرن، اما هتل جوریه که هیچ تلفنی توش آنتن نمیده. میریم پیش النا که بالاخره از سیستم تهویه میاد بیرون و به جعبه دیگه میرسه. این بار که بازش میکنه زنی به اسم ابی میاد بیرون و النا میخواد اونو هم با خودش ببره. نیروهای نجات به اتاق دیگه رفتن و مرد برهنه میاد جلوشون. این مرد که بدنش پر از زخمه داره زجه میزنه و میگه منو وارد کلکسیون خودش نکرد، من قبول نشدم. هرچی میگن وایسا گوش نمیده و لوستلو متوجه بمبی میشه که به این مرد وصله. سری میپرن کنار و این مرد میترکه. یکی از مامورها به تله گیر میکنه که کلی آهن از سقف میاد تو بدنش و از بین میره. بقیه هم ترسیدن. تو همین شرایط آرکین تصمیم میگیره فرار کنه. از گروه جدا میشه و بعد رد شدن از راهروی پر میخ به اتاق دیگه میرسه. چراغا قطع و وصل میشن و یه رفه کلکسیونر از طرف دیگه سمتش میاد، اما آرکین موفق میشه زودتر از اون جای قایم شه. دوباره النا رو میبینیم همراه ابی از راهروی میگذرن. ابی متوجه میشه که النا سمعک میذاره و یهو وحشت زده میشه. داد میزنه که اون هیچ وقت آدمهایی که مشکل جسمی دارن رو توی کلکسیونرش راه نمیده و اگه ببینه من کنارت هم جفت اون از بین میبره. انقدر داد میزنه که کلکسیونر یهو سر میرسه. بی خیال ابی میشه و میره دنبال النا و ابی هم فرار میکنه. منتها النا سرعتش بیشتره و موفق میشه بالای سقفی قایم شه که کلکسیونر نمیبینتش. میبینیم که آرکین هم به همین راهروی رسیده که النا و ابی داخلش بودن. سعی میکنه در اتاقها رو باز کنه که یکی از دستگیرها تله دیگه با میخ و دستشو زخمی میکنه. تله دیگه پر از میخم فعال میشه که این بارم آرکین شانس میاره و زنده میمونه. میخواد از شوتینگ زباله ها فرار کنه که پایین اون بقیه های جسد ده ها انسان رو میبینه و منصرف میشه، اما صدای پای میاد و به ناچار میپره داخلش و خودشو بالا نگه میداره. صدای پا برای یکی از مامورهای لوستلو و آرکین یهو لیز میخوره و میفته تو اون همه اعضای بدن، جایی که چند تا قربانی دیگه هم به خاطر موادی که بهشون زده شده حمله میکنن و آرکین موفق میشه خودش رو از تناب بالا بکشه و برگرده داخل راه رو. اینا همه در حالیه که النا هم داره فرار میکنه و به سختی از یه راه رو پر از تله خرس رد میشه. آرکین به
اتاق دیگه میرسه که شبیه یه موزه برای این کلکسیونره. جایی که پر از آکواریوم و ظرف پر از آبه که داخل هر کدوم استخون و اعضای بدن قربانی‌هاش به شکل‌های عجیب قرار گرفتن. طرف دیگه موزه هم زنی که با میخ به دیوار بسته شده اما هنوز زنده است. آرکین می‌خواد نجاتش بده اما کلکسیونر سر میرسه و مجبور به فرار میشه. روانی هم با بی‌خیالی چاقوشو به گردن زن می‌کشه و جونش رو می‌گیره. با رفتنش آرکین از این قسمت هم خارج میشه. النا رو میبینیم که به مکان دیگه رسیده و سوراخ روی دیوار چشمش رو میگیره. چند تا آدم اون بیرونن. النا شروع به فریاد برای کمک میکنه اما صداش رو نمیشنون. آرکین همچنان در حال فراره که بالاخره روسلو و مامورهاش اونو پیدا میکنن. میخوان دست و پاشو ببندن که کلکسیونر روانی با قلابی آهنی یکی از مامورها رو به سقف میکشه. آره میپره پایین و لوسلو نمیتونه با اسلحه بزنتش. کلکسیونر یکی دیگه از مامورا رو هم میبنده به قلاب و طرف دیگه ای هول میده. همزمان با لوسلو که دوباره اسلحه‌شو برداشته، روانی با تناب میره بالا و از اونجا فرار میکنه. حالا راهی جز همکاری برای آرکین و لوسلو نمونده که خودشون رو نجات بدن، چون بقیه مامورها از بین رفتن. آرکین میگه باید فرار کنیم که زنده بمونیم، اما لوسلو میگه بدون النا هیچ جایی نمیریم. وسط بحثشون یهو ابی سر میرسه، دختری که قبلتر النا نجاتش داده بود. ابی میگه که من میدونم النا کجاست و دوتایی دنبالش راه میافتن. به راهروی میرسن که صدای فریاد دختری بلند میشه. این صدای فریاد یکی از همون مامورهایی که روانی به قلاب بسته بود. منتها وقتی دنبال صدا میرن و من از اسپیکری داره پخش میشه و کلکسیونر این کارو کرده که نتونن صدای فریاد النا رو درست تشخیص بدن. البته که این یعنی مامور بیچاره هم هنوز زنده است و داره عذاب میکشه. برمیگردیم پیش النا، اونم صدای فریادها رو شنیده و موفق میشه خود این مامور رو پیدا کنه که زخمی و آویزونه. از اون طرف آرکین میفهمه اسپیکری که گذاشتن نه تنها گولشون زده بلکه یه بمب کنارشون وصله و فریاد میزنه که فقط فرار کنید. در حالی که بمبا داره میترکه اراه روی میدوئن، وقتی متوقف میشن آرکین حس میکنه آینه کنارشون یه شیشه دو طرف است، برای همین میشکنتش. حالا میفهمیم اون طرف شیشه النا کنار مامور زخمی وایسادن که با دیدن لوسلو میاد طرفش و اونو تو آغوش میگیره. حالا النا، آرکین، لوسلو، مامور زخمی و ابی به همون اتاق میرن که النا یه سوراخ به بیرون دیده بود. اسلحه لوسلو فقط دوتا گلوله داره و فکری به سر آرکین میزنه. با گلوله اول یکی از مردایی که بیرون وایسادن رو زخمی میکنه. بعد مدتی پلیس نیروهای امداد سر میرسن و حالا آرکین گلوله دوم رو سمت مامورها میزنه که مجبور به درخواست پشتیبانی از نیروهای ویژه میشن. حالا اتفاق دیگه هم میفته. ابی، دختری که النا نجاتش داده بود، در اتاق رو قفل میکنه و از اون طرف بسته میشه. بعد شروع به داد زدن میکنه و به کلکسیونر میگه که کجان. در واقع این دختر فکر میکنه هیچ راهی برای فرار نیست و میخواد یه جوری به کلکسیونر کمک بکنه. ماموری که همراهشون بود عصبانی میشه، میره سمت ابی و با مشتی به طرفش میزنه. دختر پر میشه کنار دیگه که یه تله است و توی کمدی که پر از میخه گیر میفته و جونش رو از دست میده. همین لحظه در باز میشه و روانی با سگش میان داخل. اصلاً سمت لوسلو شلیک میکنه و بقیه پناه میگیرن، اما کلکسیونر موفق میشه با گرفتن النا از اتاق بره بیرون. سگی هم که حمله کرده با ضربات چاقو از بین میره. شرایط که آروم میشه، آرکین و مامور میبینن که لوسلو افتاده زمین و نه تنها آسیب دیده بلکه یه تله دیگه هم به دستش فرو رفته که اگه درش بیارن کلی تیغ از سقف روی بدن این مرد فرو میاد. برای همینم راهی جز کمک گرفتن از بیرون ندارن و تصمیم میگیرن لوسلو رو تنها بذارن. با خروج آرکین و مامور از اتاق، مامورهای ویژه پلیس هم سر میرسن و هتل رو محاصره میکنن. آرکین صدای فریاد النا رو میشنوه و اونو بسته شده به میزی تو قفسی میبینن. وقتی آزادش میکنن در قفس بسته میشه و کلکسیونر میاد سمتشون. حالا ستایی توی تله گیر افتادن و اطرافشون پر از بشکه های گازولین. روانی لبخندی میزنه و فیتیله رو روشن میکنه و از اتاق میره بیرون. بعدم همه اتاق های دیگر رو پر گازولین میکنه و قصد داره با انفجار اینجا همه آثار جرم از بین ببره. آرکین و مامور سعی میکنن در رو باز کنن اما نمیتونن و آرکین مجبور به کار دردناکی میشه. از مامور میخواد ساعده دستشو که قبلا شکسته یه بار دیگه بشکنه و وقتی این کارو انجام میده موفق میشه که با دستش قفل رو باز کنه. بعدن دستشو میبنده و در حالی که روانی اتاقها رو با آتش کشیده وارد همون قسمت موزه هتل میشن. ابری که کلکسیونر از قبل منتظره و بهشون حمله میکنه. موفق میشه با ضربه چاقو جون مامور رو بگیره و حالا شروع به کتک زدن آرکین و النا میکنه. یه دفعه صدای فریادی میاد. لوسلو که معلوم نیست چجوری خودشو نجات داده از طرف دیگه با کلکسیونر درگیر میشه. چندین ضربه چاقو هم بهش میزنه اما در آخر کلکسیونر که ضربه چاقو رو وارد بدن لوسلو میکنه و آرکین که رد داره دست به کار میشه و چاقوی لوسلو رو به روانی میزنه. بعد هم میفته به جونش و فقط بهش چک و لگد میزنه. با ضربه آخر پرتش میکنه توی شوتینگ زباله هتل و بعد ریختن گازولین کاغذ رو آتیش میزنه و میندازه روی اون. النا هم میره سمت در خروجی و انقدر داد و فریاد میزنه تا صداشو میشنون. آتششان ها شروع به شکستن در میکنن. آرکین هم میاد سمت النا که یه دفعه آتیشی بینشون میگیره. این بار النا
النا که موفق میشه با شکستن ظرفای شیشه‌ای پر از انسان آتیش رو خاموش کنه. آرکین هم میدوه سمتش و با شکستن در بالاخره میرن بیرون. سکانس بعد هر دو حالشون بهتر و پدر النا میاد و دخترشو در آغوش میگیره. آرکین اطراف هتل قدم میزنه که نگاهش به ماسک روانی میفته. وقتی یه ماسک اینجا افتاده یعنی کلکسیونر باز فرار کرده و هنوز زنده است. سکانس آخر فیلم مردی رو میبینیم که وارد خونه خودش میشه و ضبط روشن میکنه. اما یه دفعه آهنگ عوض میشه و مرد میترسه و چاقوی میکشه. اسلحه سمت سرش نشونه گرفته میشه و میبینیم آرکینه که اومده سراغ این مرد. انگار این مرد همون کلکسیونر اصلیه و آرکین که دو قسمت قبلی چهرهش رو دیده بود تونسته پیداش کنه. آرکین ضربه به سر این مرد میزنه و اونو توی جعبه قرمز میندازه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطور که قبلا هم گفتم کلکتر یا همون کلکسیونری که توی این سری فیلم باهاش آشنا میشیم یکی از نظرم خفن ترین و بهترین شخصیت بدا میتونه باشه. در حد یکی مثل جیکسا میتونه قرار بگیره به خاطر اینکه هم هوش بالایی داره هم خیلی مرموز بودنش خفنه. یعنی که شما تا آخر فیلم هم نمیتونی بفهمی که کی بوده یا اصلا واقعا جونش رو آرکین میتونه بگیره یا نه، ولی خیلی به نظرم خفن میتونه رو شخصیت سازیش کار بکنه. خبرایی که هست میگن نسخه سومش هم قرار ساخته بشه و توی همین سال آینده عرضه میشه و به محض اومدنشون هم قرار میدن. دیگه اینکه یکی از نقطه های مثبت دیگه این فیلم هم میتونیم به شخصیت خوبش بگیم، یعنی شخصیت اصلیمون همون آرکین نمیر کارهای احمقانه انجام بده. درسته مثلا یه جایی که میتونه فرار بکنه به جای فرار تصمیم میگیره بیاد کسی رو نجات بده، ولی این طوری نیست که مثل خیلی از فیلم‌ها مثلا یه چیز خیلی مسخره ببینه یا بره طرفش ببینه چیه یا حواسش به طلاها نباشه و همش گیر بیفته و به فنا بره. از هوش بالایی برخورداره و این به نظر میخوره فیلمو از فیلم‌های مشابهش جدا میکنه، چون عموما توی اینجور فیلم‌های اسلشر ما یه شخصیت خوب فوق‌العاده احمق داریم که مدام داره خودشو توی طلا و بدبختی گیر میندازه، اما آرکین اصلا اینطوری نیست. خلاصه که در کل فیلم خفنی به عنوان اسلشر میتونیم توی 10 تا فیلم خوبمون تو کانال قرار بدیمش. اگه دوست داشتید فیلم‌های مشابهش رو معرفی بکنید که اون دارم ببینم و قرار بدم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.